یکی از این زندانی‌ها که توسط خود حمید نوری شکنده شده کنار من الان آقای سیامک نادری. خب آقای نادری، شما در دادگاه بودید در گذشته، هم در 92 جلسه حضور داشتید، مصاحبه‌های خانواده حمید نوری را شنیدید. خود حمید نوری بارها گفت شکنجه شدم، خانواده او معتقدند به دلیل چای ندادن به پدرشون یک نوع شکنجه شده در سوئد. شما از شکنجه‌ای که در زندان گوهردش شدید بگید. بله، در اون من 3 سال در سلول‌های انفرادی بودم، بیشتر از 2 سالش تو گوهردشت. من اصلا تو گوهردشت قاشق نداشتم، 4 ماه با استخون با گودی سوپ میخوردم، ریشام میخوردم. ریشام 11 ماه که بلند شده بود، یه بار با دندون یکی که میکندم، نمیخواستم شبیه پاستار بشم، بعد یه بار کبریت دادن، بعد تمامشو مثلا سوزوندم. بعد از رسانه بعدها که با ناخونگیر ما مثلا صورت اصلاح میکردیم. چیزهایی که حمید نوری میگه، دیروز 4 تا عینک نشون میداد، میگه من عینک ندارم. یعنی خیلی عجیب بود این حجم از پروپاگاندا. اهمیت این دادگاه رو در چه میبینید؟ اهمیت این دادگاه در اینجاست که هم درخواست استیناف کرد، چون تبعات حکم بقایت سنگین هست براش، کار درستی هم کرد موزه خامنه‌ای، زیرا هم الان هم در انقلاب ژینا ما شاهدیم که هر کی رو میکشن میگن که از بلندی افتاده پایین، میگن قرص خورده، سگ گاز گرفته، یا اصلا بیماری داشته یا بحثی نمیگن. علتش هم اینجاست، وزیر کشور دولت روحانی تو اون قتل عام آبان وقتی پرسیدن که چرا فقط به سر و سینه زدین، با بیشرمی اونجا اذعان میکنه که ما نه که به پام زدیم، ولی الان به خاطر همین دادگاه و تبعات حقوقی داره، تمامی رسانه نظام یا سکوت میکنن یا میگن که چنین حوادثی بوده و به عهده نمیگیرن. خیلی ممنون.